فصل نهم نیرومند در فیز زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می جنگیم. افسوسیان شش دوازده هر یک از فرزندان خدا در جنگ هستند اگر چنین نیست در واقع ما در این دنیا هستیم و در فکر خود فریب خورده ایم که به خدا تعلق داریم من دریافتم که این توصیفی دشوار و سنگین است اما اجازه دهید حقیقت آن را روشن سازم تصور کنید که در دوران آدولف هیتلر در آلمان زندگی می کردید این رهبر مستبد و ستمگر در نهایت میخواست برتری کامل آلمان نازی را بر کل اروپا برقرار سازد. او در اصل یک نجات پرست بود و بیشترین نفرت را از نژاد یهودیان داشت. اگر اصل و نسبی آلمانی داشتید، باهوش بودید، و در سلامت بودید و افکارتان در تزاد با آرمانهای آدولف هیتلر نبود می توانستید در آسایش و راحتی و رها از نگرانی از مورد حجوم بودن در هر سطحی در آنجا زندگی کنید اما اگر دودمانتان یهودی بود، زندگی کاملا متفاوتی داشتید. شما می بایست در زیر تهدیدها و حملات مداوم زندگی می کردید. هر لحظه می توانستند به شما تهمت بزنند، رویتان آب دهان پرت کنند، خانه تان را خراب نمایند، از شما دوزی کنند و شما مجبور بودید همواره برای اینکه زندانی نشوید و به اسارت و بردگی نروید، مورد شکنجه یا قتل قرار نگیرید، آماده و مراقب باشید. شما خواه دوست داشتید یا نه در جنگ بودید. یهودیان حکیمتر و محتاطتر خود را مسلح ساخته بودند و آنچه را که برای فرار از ظلم هیتلر لازم داشتند انجام داده بودند دیگرانی که چنین نکردند در نهایت در اردوگاه های جمعی زندانی شدند شیطان و پیروانش به مراتب بدتر از هیتلر و حکومت نازی هستند اگر دودمانتان شرارت باشد مورد هدف نیستید به عبارتی اگر جزو خاندان او باشید و تسلیم او مورد هدف نیستید در چنین موقعیتی لازم نیست در شرایط جنگی باقی بمانید عیسی به رهبران ریاکار مذهبی اصر خود گفت شما از این جهانید یوحنا 8 آیه 23 سپس برای آنکه معنای حرف او را بد برداشت نکنند مستقیما و با سراحت خطاب آنها گفت شما به پدرتان ابلیس تعلق دارید یوحنا 8 آیه 44 حتی با وجود آنکه این رهبران فکر می کردند، خدای قادر مطلق یهوه سبایوت را خدمت می کنند، اما در اصل حاکم ظالم این جهان یعنی شریر را خدمت می کردند. اگر حقیقتا متعلق به خدا هستید باید در حالت آماده باش باشید زیرا دنیایی که در آن زندگی می کنید با هر چیزی که به پادشاهی خدا تعلق دارد دشمنی دارد عیسی به این نکته اشاره می کند و می گوید، اگر به دنیا تعلق داشتید دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت اما چون به دنیا تعلق ندارید بلکه من شما را از دنیا برگزیدم دنیا از شما نفرت دارد یوحنا 15 آیه 19 به عبارت دنیا از شما نفرت دارد دقت کنید جای هیچ سفسطه در این کلام نیست اگر از این دنیا هستید دنیا شما را در آغوش می کشد اما اگر از آن خداوند هستید سیستم دنیا در برابر شما خواهد ایستاد و از شما متنفر خواهد بود اسلحه های فیض. در اینجا به جنبه مهم دیگری از مسلح شدن به نحوی شایسته می رسیم و آن داشتن آگاهی نسبت به اسلحه هایی است که در عیسی مسیح داریم این اسلحه ها هم روحانی اند و هم قدرتمند زیرا پولس به ما می گوید زیرا که اسلحه جنگ ما دنیایی نیست بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دش هاست دوم قرنتیان ده آیه چهار نیروی الهی چیست که دشها را منهدم میسازد. این چیزی غیر از فیض شگفتانگیز خدا نیست هدیه رایگان او که به همه ایمانداران فارغ از شایستگیشان عطا می شود با آگاهی نسبت به این موضوع اجازه دهید پیشتر رفته و به نامه نخست پتروس بپردازیم که در آن این حقیقت عظیم مورد تاکید قرار گرفته و برای ما باز شده است به یاد داشته باشید همانطور که پیشتر نیز این کار را کردیم می توانیم به جای واژه فیز واژه قدرت یافتن و قدرت را نیز بگذاریم این واژه ها را می توانیم با هم جابجا جا کنیم پتروس می نویسد ای جوانان شما نیز تسلیم یکدیگر باشید همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید زیرا خدا در برابر متکبران می ایستد اما فروتنان را فیض می بخشد. پس خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرفرازتان سازد. همه نگرانی های خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست. خیشتندار و مراقب باشید زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قرآن در گردش است و کسی را می جوید تا ببلد پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید زیرا آگاهید که برادران شما در دنیا با همین زحمات رو برویند پس از اندک زمانی زحمت خدای همه فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت او را تا ابد توانایی باد. آمین. به کمک سیلاس که او را برادری امین می‌دانم، این چند خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشویقتان کنم و شهادت دهم که همین است، فیض حقیقی خدا در آن استوار بمانید. اول پتروس 5 آیات 5 تا 12 اجازه دهید خیلی سریع بیان پتروس را خلاصه کنم. سپس آن را ذره ذره باز می کنم. موضوع اصلی این بخش فیض خداوند است. پتروس با نصیحت ما نسبت به تسلیم یکدیگر بودن شروع می کند. روش دیگری برای گفتن این موضوع به این شکل است که بگوییم همه تحت مأموریت یکسان قرار گیرید. سپس مدعی می شود که خدا فیض خود را به فروتنان می بخشد. و فروتنی برای ما این است که توقع داشته باشیم فیض یعنی قدرت خدا نگرانی های را بر می دارد. البته نه با اتکاب نیروی انسانی خودمان. در اینجا پتروس از چه نوع نگرانی صحبت می کند؟ این نگرانی در ارتباط به مسائل مختلف زندگی مانند نگرانی های ما، مسئولیت های ما، نیاز های ما و خاصه های گوناگون ما است. نگرانی های ما می تواند گذرا یا در نوع مهمترش ابدی باشد یعنی تجربه فراوانی زندگی ابدی در پادشاهی خداوند و در ادامه آن رفع نیازهای دیگران که در حیطه ما قرار دارند. ما در مسیر تعاقب این مأموریت فیض، مخالفت و مقاومت دشمنمان، ابلیس و پیروانش را تجربه خواهیم کرد. او میتواند ما را ببلد، اما این نقشه خدا نیست. بنابراین ما باید هوشیار باشیم و به خوبی از عهد وعده خدا آگاه بوده و در دعا مراقب باشیم در چنین وضعیتی همواره به وسیله فیض خدا تشییذ شده تا مقاصد پادشاهی او را پیش برده و با موفقیت در برابر دشمنانمان ایستادگی کنیم ما در تلاش خود تنها نیستیم برادران و خواهران ما نیز در سراسر دنیا در همین مأموریت فیزند و جنگی مشابه را در دنیای عینی ما تجربه می کنند. نکته خوب درباره جنگ این است که آنها که درگیر آن هستند بالغ و نیرومند می شوند. ما با هر پیروزی به مکان بالاتر در اقتدار مسیح بلند کرده می شویم. اتروس نوشته خود را با این تفکر نیروبخش به پایان می رساند همین است فیض حقیقی خدا آیا جالب نیست که روالقدس پیشبینی می کرد که در زمانهای بعد مفهوم فیض خدا دستکم در تفکر کلیسای غربی به یک پوشش برای گناهان و بلیتی برای ورود به آسمان تقدیل خواهد یافت؟ فیض حقیقی خدا شامل هر دوی اینها نیست هست اما جلوتر هم می رود و شامل تقویت و نیرو بخشیدن به ما برای فراتر رفتن از سطح توانایی های طبیعی خود برای مأموریتی که به ما سپرده شده نیز می باشد. جنبه اصلی این مأموریت بازشناختن خودمان به منظور جلال خداوند و پیشبرد پادشاهی اوست. با چنین دانشی می توانیم به سادگی درک کنیم چرا بیشتر ایمانداران همچون نور نمی درخشند. بازشناختن و تمیز دادن خودمان از طریق جنگ های سخت پدید می آید و ما اکثرا از جنگیدن فرار می کنیم. دشمن ما به همین سادگی تسلیم نشده و اجازه نمی دهد دنیا را برای ایسای مسیح کنیم. او به سختی و به شکلی تزازل ناپذیر در برابر مأموریت ما مقاومت می کند و ما نیز باید در برابر او ایستادگی کنیم تا اهدافی را که خدا به ما داده به انجام برسانیم. در ترجمه انایوی میخوانیم همین است فیض حقیقی خدا در آن استوار بمانید با خواندن این آیات واژگان پولس به تیموتائوس قدرت بیشتری مییابند پس تو ای فرزندم در فیضی که در مسیح عیسی است نیرومند شو همچون سرباز شایسته مسیح عیسی در تحمل رنج ها باش دوم تیموتائوس دو یک و سه به تیموتائوس گفته نشد که از نظر جسمی، اجتماعی، احساسی یا علمی نیرومند شود. به او گفته شد تا در فیض نیرومند شود. این اسلحه است که نیاز داریم تا با موفقیت مأموریت خود را به اتمام برسانیم. پس از قریب 25 سال خدمت می توانم بگویم بیشتر ما از این اسلحه استفاده نمی کنیم. از همه اینها گذشته 98 درصد مسیحیان آمریکا درک کاملی از یک هدیه رایگان و قدرتمند ندارند در واقع ما نمیدانیم چه چیزی داریم پولس درست پیش از شروع فصل دوم رساله به تیموتائوس این مرد جوان خدا را برای تسلیم شدن در برابر مقاومت‌ها و جفاهایی که با آنها روبرو بود توبیخ می‌کند آشکار است که مصیبت های تیموتائوس او را ترسانده و مرعوب ساخته و به شکلی ثابت قدم در برابر آنها نایستاده آنچنان که پولس تعلیمش داده نجنگیده بود پولس به تیموتائوس یادآوری میکند که خدا به او روح ترس را نداده بلکه روح قدرت محبت و انضباط را داده است تیموتائوس نیز همانند همه ایمانداران صاحب چیزی بود که با آن می توانست بر هر مخالفت و مقاومتی غلبه نماید بنابراین پولس او را تشویق می کند تا آن فیزی را که در مسیح است شعله ساخته در آن نیرومند باشد حرکت به سوی خاندگی بالا شبیه گام برداشتن در پارک نیست ما نمی توانیم با نوک پنجه به سوی عظمت پیش برویم پولس محکدن می گوید برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا جایزه را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح ایسا به بالا فراخوانده است. فیلیپیان 3.14 اگر پولس به پیش میراند به این معناست که با مخالفت ها و مقاومت ها روبرو بود بیایید یک بار دیگر رویای فصل نخستمان را یادآوری کنیم قهرمان ما یا همان کسی که در قایق پارویی بود باید در برابر جریان قوی رودخانه به پیش میراند او نیروی خودش را از دست داد چرا من تنها می تصور کنم که دیدن قایقهای گروهی که در کنار او شناور بودند و افراد دران در آن در آسایش و خنده بودند و زندگیشان به گونه‌ای بود که در موفقیتند و مخالفت بسیار کمی را تجربه می کنند او را خرد می این موضوع سرانجام به کشفی انجامید که گرچه فریب و خیال باطل بود اما واقعی می نمود. کشفی که بر اساس آن او می توانست به عنوان یک مسیحی در سادگی زندگی کند و با مقاومت کمتری روبرو شود. چه فریبی؟ مثال دیگری میزنم. یک سرباز می تواند از میدان جنگ عقب نشینی کند و طبیعتا شرایط آرامتری را نسبت به موقعی که در خط مقدم است تجربه کند جنگ تمام نشده است این آرامش به این خاطر است که سرباز دیگر به خاطر عقب نشینیش درگیری ندارد سرباز نیست درست شبیه مرد درون قایق هنوز به نظر آماده جنگ میرسد اونیفرم پوشیده اسلحه و همه ادوات جنگی را داراست اما هیچ مقاومتی را تجربه نمی کند هدف ما صرفا داشتن ظاهری مسیحگونه نیست بلکه باید حقیقتا همانند او پادشاهی را پیش برده و کارهای ابلیس را باطل سازیم. انجام این کار به معنای روبرو شدن با مخالفت و مقاومت است. باید به خاطر داشته باشیم که فیض یا قدرت خدا همه ی آن چیزی است که ما برای غلبه بر سختی ها نیاز داریم. با این وجود باید با ایمانی استوار با آن همکاری کنیم و گواه ایمان ما عمل متناظر است. وقتی پتروس بر روی آب راه رفت، او گامی غیرممکن و خارق‌العاده را برداشت. عیسی گفت: بیا. و در این واژه همه فیزیک او برای گام برداشتن بر روی آب به آن نیازمند بود وجود داشت. اما زمانی که او دست از ایمان کشید، فیض یا قدرت نیز کاهش یافت و او شروع به غرق شدن نمود. فیض یا قدرت کافی در واژه بیای عیسی وجود داشت تا پتروس تمام مسیر و حتی تمام طول دریای جلیل را اگر میخواست طی کند اما فیض شکست خورد زیرا ایمان او شکست خورد ما فیضی نامحدود در مسیح داریم اما تنها از طریق ایمان به آن دسترسی می‌یابیم ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می کنیم. رومیان پنج دو مشکلی نیست که فیض شکست می خورد. مشکل در ایمان ماست که رو به کاسی می نهد و در نتیجه آن فیض منقطع می شود. در این شرایط در وسط جنگ رها می شویم تا با نیروی خود ادامه دهیم. خط لوله را در نظر بگیرید که آب را به خانه شما می آورد. اگر خط لوله بترکد جریان آب قطع می شود. هرچند منبع آب ذخیره نامحدودی دارد. اما آب دیگر به خانه شما نمی رسد زیرا لوله ترکیده و قطع شده است. ایمان لوله است. آب همان فیض. برای جلوگیری از شکست باید خودمان را در ایمان بنا کنیم چگونه با خواندن کلام دعا پرستش شکرگزاری از خدا برای خودش و فیضی که تدارک دیده ما در روح دعا می کنیم اگر این کارها را برای بنای ایمانمان نکنیم بالاخره دست از ایمان میکشیم و به جای قدرت خدا بر اساس قدرت خودمان زندگی میکنیم اندکی بعد هم دست از حکراندن بر دنیا می کشیم و اجازه می دهیم دنیا بر ما حک براند. به همین دلیل است که پتروس ما را تشویق می کند تا در فیض و شناخت خداوند و نجات دهنده ما ایسای مسیح نموف کنید. دوم پتروس ما مسئولیت داریم تا در قدرت خدا روش کنیم. اما این کار را به سادگی با بنای ایمانمان انجام می دهیم و می توانیم آن را افسایش دهیم. بولس می گوید زیرا در انجیل آن پارسایی که از خداست به ظهور می رسد که از آغاز تا به انجام بر پایه ایمان است چنانکه نوشته شده است پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. رومیان یک هفته. به این شکل به آن نگاه کنید. هرچه تا افزایش یابد لوله بزرگتری خواهید داشت و در نتیجه میزان بیشتری آب یعنی فیض در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بنابراین خدا میتواند مسئولیت بزرگتری به شما بسپارد تا به بخش های نیازمند بیشتری رسیدگی کنید و برای زندگی های بیشتری بجنگید. من نیز همراه با نویسنده به قلبا شما را تشویق می کنم تا دستهای سست و زانوان لرزان خود را قوی سازید برای پاهای خود راه های همبار بسازید تا پای لنگ بیشتر صدمه نبیند بلکه شفا یابد مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند ابرانیان دوازده دوازده تا سیزده آیه پانزده برگشتن از فیض خداوند کوتاه آمدن در برابر مقاومت دشمن و حالت بیطرفی پیدا کردن و خوشخیالی است چرا باید از قدرت فرا طبیعی و باور نکردنی خدا بازگردیم؟ چرا باید از قدرت بخشی شگفتانگیز فیض دست بکشیم و آن را از آن خود نسازیم؟ ما در جنگ هستیم و تنها راهی که می توانیم با قدرت آن را به پایان برسانیم خستگی ناپذیری در ایمانمان است خستگی ناپذیری موجب شادی و خرسندی خداوند می گردد و تهدیدی واقعی برای ملکوت و قلمرو تاریکی است و این خاندگی ماست سرنوشت ما و امتیاز ما در خدمت به خداوندمان عیسی مسیح